با سلام میگن به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. موضوعات برنامه هست: پنجم دی ماه، روز گرامی داشته یاد جانباختگان خیزش آبان ماه، و روز کیفرخواست علیه جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت در ایران. همینجور دوم دی ماه روز تجمع سراسری بازنشستگان و تحسن معلمان در مدارس که دست از کار کشیدن و برای پیگیری خواستاشون. و در این حال خبرهایی که در این هفته شاهدش بودیم در محیط و مراکز کارگری. اما اجازه بدید از پنجم دی ماه شروع کنم. همونطور که در جریان هستید و در برنامه های قبل هم در موردش صحبت کردیم، پنجم دی ماه رو پدر پویا بختیاری، یکی از جانباختگان آبان ماه، اعلام کرد و برای گرامی داشته یاد فرزندش که 40 روز در گذشته اون بود. به دنبال اون از طرف نهادها و تشکل‌های مختلف و گروه‌های مختلف کارگری، معلمان و بازنشستگان و بخش‌های مختلف اجتماعی، چهره‌هایی از فعالین این روز به عنوان روز اعتراض علیه کشتارها و گرامی داشت یاد همه جانباختگان خیزش آبان ماه اعلام شد. و بعد از اون مادران قربانیان سن از کشتار رژیم اسلامی این روز رو به عنوان روز جهانی کیفرخواست علیه جنایات جمهوری اسلامی و علیه فجایعی که به وجود آورده در ایران، نقض حقوق انسانی، علیه این اعلام کردن. به دنبال اون شهرهای مختلف در کشورهای مختلف اکسیون‌ها و فراخوان‌های داده شد از سوی نهادهای مختلف، از جمله کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، کمپین برای آزادی کارگران زندانی فریدم نا، و همتا کمیته بین‌المللی علیه اعدام، خانواده های جانباختگان راه آزادی در ونکوور کانادا، فدراسیون سراسری پناهندگان ایران و حزب کمونیست کارگر ایران فراخوان هایی داده بودند و مبتکرین این نوع تظاهرات ها در سطح بین‌المللی بودند، به همونطور که گفتم علیه جنایت علیه بشریت در ایران. خب این اتفاقات در جریان بود و جمهوری اسلامی زیر فشار یک همچین تحرکی خب شروع کرد به برنامه‌ریزی کردن برای اینکه مانع برگزاری این تجمعات و در این حال مراسمی که از سوی پدر پویا بختیاری هست بشه. پدر و مادر اون رو دستگیر کردن، اول بازداشت کردن، زیر فشار قرار دادن پدرش رو، گفتن مراسم نباید برگزار بشه، گفتن باید حداقل محدود تو مسجد باشه، که اون گفت نه، میدان آزادی رو در اختیارمون بذارید. و بالاخره گفتن که ما این روز رو برگزار میکنیم و شما هر کار دلتون میخواد بکنیم. تو دوم دی ما پدر و مادر اون رو دستگیر کردن و علارغم این تحرکات ادامه پیدا کرد. مادر بزرگ پویا بختیاری گفتش که پدر مادر اون و تعداد از بستگان ما دستگیر شدن، ولی من خودم این مراسم را برگزار خواهم کرد. اعتراضات زیادی از سوی نهادهای مختلف به این تهدیدات و دستگیری ها شد، از جمله شورای بازنشستگان ایران طی بیانیه این دستگیری را محکوم کرد و گفت که حق مردم که این مراسم ها را بگیرن. جمعی از کارگران نیشکر افتپه به مناسبت پنجم دی ماه بیانیه دادن یاد جانباختگان و گرامی داشتن. تو همین راستا 5 نفر زندانیان سیاسی به اسامی آتنا دائمی، منیژه عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریایی، سبا کردفشاری گفتن که اعتصاب قضا میکنن تا پنجم، معذرت میخوام، تحصیل میکنن تا پنجم دی ماه در همبستگی با خانواده جانباختگان و برای گرامی داشته یاد جانباختگان، که از ساعت 9 صبح روز 30 آذر ماه تحصیل خودشون رو شروع کردن تا پنجم. تو این فاصله تعداد دیگه از زندانیان به اسم مژگان کشاورز، سمانه نوروز مرادی و سهیلا حجاب هم به جمع اونها پیوستن.
تو زندان فشار زیادی رو اینها آورده شد، اونا رو ممنوع ملاقات کردن و نرگس محمدی رو به زندان زنجان منتقل دادن کردن، ولی به هر حال میبینیم که چطور در بیرون از زندان و در درون زندان جنب جوش هست، تحرک هست برای محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی و برای گرامی داشت یاد جانباختگان دی آبان ماه، که عملا این روز به روز جدال جامعه با رژیم اسلامی تبدیل شده. همینطور در ادامه اون سهیل عربی و زندانیان سیاسی دیگه در اوین به اسامی محسن حاجی محمدی، یوسف آریا مهری، ناصر فهیمی، حمید کاشانی و کیانوش سلاطینی، محمد رضا مرادی، اونها هم حمایت خودشون از گرامی داشت جانباختگان در پنجم دیما اعلام کردن. تو دانشگاه ها تحرکات تو این رابطه بود، مثل دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز حمایت خودشون رو هم از خانواده جانباختگان اعلام کردن و هم از کولبرانی که برای تأمین لقمه نانی ناگزیرن که کولبری کنن و جان خودشون رو از دست دادن به خاطر جنایت‌های جمهوری اسلامی. دانشجویان دانشگاه نوشیروان بابل به مناسبت این روز یک بردی گذاشتن و تصاویر جانباختگان آبان ماه رو نصب کردن و یاد اونا رو گرامی داشتن. تو دانشگاه هنر یه طرح مشترکی ارائه شد از طرف آتنا امینی، زهرا امیر یوسفی و یاسمن رزاقیان به یاد کشته شدگان نیزارهای ماهشهر و در گرامی داشت یاد جانباختگان. 135 نفر از سینماگران به این مناسبت بیانیه دادن و اعلام انزجار کردن و گفتن در 40مین روز فاجعه آبان یاد کشته شدگان و زندانیان در بند را زنده نگه می‌داریم. در این حال به مناسبت این روز خانواده های دیگه هم اومدن جلو، خانواده هایی که عزیزانشون از دست داده بودن، از جمله نوید بهبودی محفیظانی تو زرینج یزد، مهداد معین‌فر در شهریار که اونها هم از جانباختگان آبان ماه هستند، و همینطور امیر حسین دودوند در یزدان شهر که برای ششم دیما اعلام شده بود که برایش مراسم برگزار میشه. و به این شکل خانواده های جانباختگان علی‌رغم فشاری که جمهوری اسلامی آورده بود که باید ساکت باشن، باید علنی نکنن، یکی یکی دارن به میدون میان و در واقع پنجم دی ماه سرآغاز یک زنجیره از این نوع اعتراضات در سطح جامعه است. به این مناسبت خب تو کشورهای مختلف هم تو گفتم اعتراضاتی و برنامه‌هایی ارائه شد که در کشورهای مختلف مثل سوئد، مثل کانادا، مثل آلمان، مثل نروژ و جاهای مختلف این مراسم‌ها برگزار شد. کلاً کشتار جمهوری اسلامی و سرکوبگری‌هاش انعکاس وسیعی تو سطح جهانی داشتش و تا کنون اتحادیه‌های کارگری و نهادهای اجتماعی مختلفی تو سطح جامعه مثل اتحادیه کارگری فرانسه، اتحادیه کارگری کانادا، لیگ بین‌المللی شعرا که دفاتر اون تو آمریکاست و یونان و هند و نیجریه و هنگ کنگ و فیلیپین فعالیت دارن، کنگره جهانی اتحادیه کارگری TUC گلوبال در برگیرنده 6 میلیون عضو توی انگلستان و ویلز، کنگره اتحادیه‌های صنفی آفریقای جنوبی با 2 میلیون عضو، انجمن حقوق بشری گروه برای همه در ایتالیا، اتحادیه معلمان انگلستان، عفو بین‌الملل طی بیانیه حمایت خودشون رو از مبارزات مردم ایران اعلام کردن و جنایات جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. تو همین راستا جان کلارک به دنبال تماسی که از طرف محمد کاظمی از فعالین و اعضای کمپین فریدم نا برقرار کرده بود، تا یه پیامی تصویری همبستگی خودشو با مردم ایران اعلام کرد و جنایات جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
به دنبال یک همچین تحرکاتی بود که جمهوری اسلامی با تشبثات بسیاری تلاش کرد جلوی این برگزاری چنین روزی رو بگیره و به همین دلیل همونطور که گفتم اول از همه که دست به دستگیری پدر مادر پویا بختیاری زد و بعد از اون هم شروع کرد در شهرهای مختلف رو فضا رو امنیتی کردن و نیروهای سرکوب خودش رو شروع کرد به مستقر کردن تو جاهای مختلف. اما علی‌رغم این همه اینها تحرکات برای برگزاری این روز ادامه پیدا کرد و این روز رو در واقع مردم با تمام تلاش سعی کردن که صدای اعتراض خودشون رو بلند کنن. در روز پنجم دی ماه مادر بزرگ پویا بختیاری و بستگانش و همراه با جمعی از مردم تو قطعه 26 گورستان بیستکینه که محل دفن پویا بختیاری هست تو کرج جمع شدن. مامورین انتظامی از همه اول صبح بودن، هلیکوپترهاش بر فضای این محل در پرواز بود، در حرکت بود، مردم رو مانع می شدن که جمع بشن و حتی دست به دستگیری می زدن. در مقابل در جاهایی که می خواستن دستگیر کنن جمعیت شعار می داد مرگ بر دیکتاتور و همینجور شعارهای سرود یار دبستانی رو خوندن اونجا و شعار می دادن که درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید و یا شعارهای علیه حاکمیت می دادن. و صحنه جدال بزرگی بود در اونجا و تو نجف آباد هم که با جمع بزرگی از جوانان شهر سوار بر موتور یه ابتکار جالبی عکسای جانباختگان رو بر موتورهای خودشون نصب کرده بودن و در نجف آباد حرکت کردن و به این شکل این روز رو گرامی داشتن. تو اصفهان مردم زیادی در جواب به فراخوان برای یادبود جانباختگان تجمع کردن و همجور تو ملارد نیز مراسم یادبود سجاد رضایت جانباختگان آبان ما برگزار شد در گرامداشتی یاد جانباختگان آبان ما. تو مریوان این مراسم دو تن از کشته شدگان خیزش آبان ماه بود و اونجا صحنه‌های رو می‌بینیم که خانواده‌های برهان منصور نیا و ارشاد رحمانیان همدیگر رو در آغوش می‌گیرن و هم بسی که مردم رو می‌بینیم. توی مراسمی که در کرج بودش برای پویا بختیاری، فرج زاده تارانی خواهر شهرام فرج زاده که از جانباختگان سال 88 است اونجا دستگیر شد، در حال جمهوری اسلامی بسیار وحشت زده بود و این نیرو کشیش و این قشون کشیش نشانگر 30 سالش بود و این روز مردم عزم خودشون رو برای تداوم اعتراضاتشون به نمایش گذاشتن. فضای امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف مثل تهران، کرج، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و سنندج، کرمانشاه، اندیمه، شهریار و شهرهای دیگه ایجاد شده بود. حتی جاهای اینترنت رو قطع کردن برای اینکه اطلاع رسانی نشه و ترس اینکه صدای این حرکت جهانی بشه. خب این جدالی که تو این روز شاهد بودیم در واقع حاکی از تداوم مبارزاتی که مردم دارن در محکومیت جنایات جمهوری اسلامی و برای پیگیری خواستشون. مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان و اینو دارن به اشکال مختلف و شکلهای مختلف تو مبارزاتشون رو بیان میکنن، از جمله در شکلهای اعتراضات خود، تجمعات خودشون، اعتصابات خودشون و این یه دور جدید و یک کیفیت جدیدی از مبارزات مردم هست. به این شکلی که پنجم دی ماه ثبت شد توی تاریخ مبارزات مردم به عنوان روز کیفرخواست اونها علیه جنایات جمهوری اسلامی و سرآغاز برای دوره جدید در برابر سرکوبگری های حکومت اسلامی. خب در اینجا با همدیگه کلیپی رو میبینیم و برنامه رو دنبال میکنیم. Thank you.
شوید. درد ما درد شما، مردم به ما ملحق شوید. بدسته با زنگیر استبداد. کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم. در ادامه خیزش آبان ماه فراخوان بازنشستگان رو برای دوم دی ماه داشتیم با بیان خواستشون علی فقر، گرانی، تبعیض، اختلاسات، دزدی‌ها و همینطور در بیانیه‌ای که علیه سرکوبگری‌ها و جنایات جمهوری اسلامی داده بودن در خیزش آبان ماه. این بیانیه از طرف نهادهای مختلفی 16 نهاد از معلمان، کارگرها، بازنشسته‌ها اعلام شده بود، مورد حمایت قرار گرفته بود و در این حال با تدارکات بسیاری برای برگزاری اون انجام شده بود. کانون صنفی معلمان تهران، شورای هماهنگی تشکل صنفی فرهنگیان هم از اون اعلام حمایت کرده بودند. این تجمع مقابل مجلس اسلامی برگزار شد، علارغم اینکه مانع اون میخواستن بشن ولی بازنشستگان ایستادن، این روز رو برگزار کردن با شعارهای خودشون و اعتراضشون فقر، فلاکت، اعتراض، اعتراض. کلیپی رو از این روز میبینیم و بعد برنامه رو دنبال میکنیم. اتفاقاتی غیر منتظره 15%
اتفاق مهم دیگه در همین روز تحسن سراسری معلمان بود. جمهوری اسلامی از ترس اینکه این ترتیب تبدیل به یک اعتصاب سراسری بشه و خب یک راه نشون میده در مقابل کل جامعه و شروعی از دوره جدیدی از اعتصابات سراسری، به بهانه اینکه هوا بده در شهرهای مختلف مثل تهران، مثل البرز، مثل اصفهان، شیراز و همینجور در شهرهای از خوزستان در تبریز و اصفهان و اینها، اعلام کرد که مدارس تعطیله. علی‌رغم این در شهرهای مختلف معلمان تجمع کردند و در مدارس تحصن نشستن با گرفتن مثل دوره‌های قبل عکس‌های در دستاشون، بنرهایی در دستاشون و روی این بنرها خواستاشون علیه فقر، علیه زندانی کردن فعالین سیاسی، برای آزادی زندانیان سیاسی، برای درمان رایگان، تحصیل رایگان، اینها رو نوشته بودن و به این ترتیب این روز سراسری برگزار شد و اعلام کرده بودن در همبستگی با تجمع بازنشستگان در این روز. کلیپی رو از این برنامه می‌بینیم و برنامه کارگران رو دنبال می‌کنیم. Thank you.
بار اعتراضات کارگری. در این هفته شاهد اعتراضات کارگران هپکو بودیم. یک کانون داغ اعتراض علیه دوزی های پشت پرده و بلا تکلیفی وضع کارگران و دستمزدهای پرداخت نشده. با بلند شدن زمزمه‌های اعتصاب سراسری به خاطر تعویق پرداخت دستمزدها و قراردادهای بردهبار موقت کاری در میون کارگران خطوط آهن جمهوری اسلامی هراسناک تو جاهای شروع کرد به پرداخت حقوقها، از جمله دنبال حقوق موقت کارگران فنی تراورس و همینجور در کارگران عراق که بخشی از حقوقشون داده شد، یعنی بیمه ماه‌های شهریور و مهر و آبان برای دستمزدهای دو ماهشون پرداخت نشده. کارگران شهرداری مریوان دست به اعتراض زدن، کارگران پیمانکاری چادر ملو باز دست به اعتراض زدن در اعتراض به سطح ناظر حقوق و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران پروژه راه‌سازی توره به بروژر دست به اعتراض زدن، کارگران سیمان شهر کرد برای دومین روز دست به اعتراض زدن، رانندگان مخابرات در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتیشون اعتراض داشتن، کارگران کارخانه قند فسا دست به اعتراض زدن در اعتراض به بلا تکلیفی شغلی و معیشتی مقابل فرمانداری تجمع کردن و به این شکل در مراکز مختلف کارگری ما شاهد اعتراضات گسترده بودیم و همه چیز حاکی از گسترش اعتراضات تو محیط‌های کارگری و همونطور که بارها تاکید کردیم پاسخ ما مردم به این شرایط اعتصابات سراسریه، پاسخ ما مردم به این شرایط تجمعات سراسریه، پاسخ ما به این شرایط متشکل شدن در محلات و گسترش اعتراضاتمون در محلات، از جمله نپرداختن پول آب برق که همین امروز هم اعلام کردن که گرون شده به این هاست و به این شکل نباید به جمهوری اسلامی امان بدیم و این صحنه‌ای که ما شاهدیم در جامعه در میان بخش‌های مختلف که به شکل‌های مختلف با ابتکارات مختلف اعتراضشون رو دارن بیان می‌کنن و شعار مرگ بر دیکتاتور شعار تجمعات به شعار تجمعات تبدیل شده. آخرین خبر در مورد جعفر عظیم‌زاده از فعالین کارگری در زندان هست که به اون اعلام شده که دیگه تا آخر محکومیتش که 6 سال محکومیت داره به اون مرخصی داده نخواهد شد، تحت عنوان اینکه اون تحریک کننده زندانیان بیانیه‌های مخفی تهیه میکنه. جعفر عظیم‌زاده در مقابل این اعلام کرده که من هیچ کو بیانیه مخفی اعلام نمیکنم و هر وقت که لازم باشه بیانیه خودم رو میدم و حق طبیعی خودم به عنوان زندانی میدونم که این اتفاق در اول دی ماه افتاده. جعفر عظیم‌زاده چهره محبوب کارگری، از فعالین سرشناس کارگری. جعفر عظیم‌زاده باید فوراً آزاد بشه، تمامی زندانیان سیاسی باید فوراً آزاد بشن، دستگیر شدگان خیزش آبان ما باید فوراً دستگیر بشن. گفته شده که 10,000 نفر آزاد شدن و این یک کارزار بزرگ جهانی هست که ما به پیش میبریم برای باز کردن در زندان ها و یه عرصه مهم مبارزه برای همه مردم هست. برنامه کارگران و یه دنیا بهتر رو به انتها میرسونم. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو دارم.